آمریکا کشوری است که حمل اسلحه برای دفاع شخصی در آن آزاد است و به همین مناسبت و همین نسبت هم خشونت‌های حاصل از آن زیاد است. بسیاری از مردم بر این باورند که میان اعمال خشونت‌آمیز و بیماری‌های روانی پیوند نزدیکی وجود دارد و بیشتر تیراندازی‌ها و کشتار دست جمعی را بیماران روانی مرتکب می‌شوند، اما تحقیقات انجام شده صحت این نظریه را تایید نمی‌کند. به ترجمه گزارشی که کارلین پرسون خبرنگار صدای آمریکا تهیه کرده در این باره توجه کنید. بعضی از مردم آمریکا معتقدند که خشونت‌های رایج ناشی از بیماری‌های روانی است، اما تحقیقات انجام شده خلاف این نظریه را ثابت کرده است. اقداماتی که در پی حادثه تأسف‌بار رخ می‌دهد، تقریباً یکسان و مشابه است. پس از هر تیراندازی، عده‌ای به محل حادثه می‌روند تا یاد قربانیان را گرامی بدارند. عده‌ای گل می‌گذارند، عده‌ای هم بادکنک هوا می‌کنند و شماری نیز اشک می‌ریزند. این تراژدی ها تمامی ملت را غمدار و متاثر می کند، اما در این حال احساسات مردم را برمی انگیزد. تا آنجا که خواستار وضع قوانینی برای جلوگیری از حمل سلاح به وسیله مبتلایان به بیماری‌های روانی می شوند. اخیراً در شبکه تلویزیونی CNN در یک برنامه ویژه یک کلانتر این پرسش را با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرد. شما برای جلوگیری از وقوع تیراندازی‌ها و حمله‌های تروریستی چه کرده اید؟ و چطور ما می توانیم بیماران روانی و جانیان را از ارتکاب این اعمال به دور نگه داریم؟ مشکل اصلی اینجاست. چگونه می خواهید آنها را وادار به پیروی از قانون کنید؟ اما مشکل واقعی ممکن است این باشد که بسیاری از آمریکاییان به غلط بر این باورند که بیشتر بیماران روانی به اعمال خشونت آمیز دست می زنند تا مردم عادی. بت مک‌گینتی، استاد دانشگاه جان هامپکینز، این نظر را تایید می کند. Most people with mental illness are not violent toward others. بیشتر کسانی که به بیماری روانی مبتلا هستند، علیه دیگران دست به اعمال خشونت آمیز نمیزنند و بیشتر اعمال خشونت آمیزی که در آمریکا اتفاق میافتد، عامل آن بیماری روانی نیست. خانم مک‌گینتی اضافه میکند که رسانه‌های گروهی این طرز تفکر را اشاعه میدهند که میان خشونت‌های مسلحانه و بیماری‌های روانی ارتباط مستقیمی هست، در حالی که در واقع فقط 4% از جرم و جنایت‌هایی که در آمریکا رخ می‌دهد با بیماری روانی ارتباط دارند. بت مک‌گینتی ادامه می‌دهد. حتی اگر ما سیستم کامل بهداشت روانی می‌داشتیم که همه بیماران روانی را به طرز مؤثری درمان می‌کرد، باز هم احتمالاً می‌توانستیم فقط از 3-5% از خشونت‌های مسلحانه جلوگیری کنیم و 95-97% از خشونت‌های حاصل از حمل اسلحه لاینحل باقی می‌ماند. طرز تفکر مربوط به بیماری‌های روانی دامنگیر بسیاری از مردم شده است. پال جیان فریدو، عضو سازمان بهداشت روانی آمریکا می‌گوید: امروز مردم بر این باورند که علت یک اقدام یا عمل خشونت‌آمیز بیماری روانی است. بنابراین وقتی پاسخ سوال خود را به این ترتیب به دست آوردند، حاضر نیستند به جستجوی علت‌های دیگر بروند و فکر کنند که ممکن است عوامل دیگری در وقوع این حادثه خشونت‌بار مؤثر بوده باشد. کارشناسان متفق القولند که علل خشونت‌های مسلحانه هنوز به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین مطالعات بیشتری باید انجام بگیرد تا بتوان از وقوع آنها جلوگیری کرد یا دست کم از شمار آنها کاست.